سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. صفحه هوم انجام شد، صفحه این انجام شد، اباوت، و رسیدیم به منو. خب بریم سراغ CSS قضیه. منو ما یه دونه کلاس منو داشت، ایناش داخلش هم یه باکس کانتینر. خب میام اینجا یه دونه کامنت میذارم، منو سیکشن. خب منو این دیسپلیشو میکنم گرید، بعد گرید تمپلیت کالم بهش میدم، ریپیت اوتو داش فیت می ماکس سیرم یک اف آر، و یه گپ هم بهش میدم 1.5 ر که این قسمت اینجا رو تحت تاثیر قرار میده به این صورت. خب حالا بریم سراغ این باکس. اینا هر کدوم یه دونه باکس، بچه‌ها اینو باید درستش بکنیم. میام اینجا میگم داخل این یه سری من باکس دارم، 9 تا باکس داشتم درسته. یه بک‌گراند بهش میدم سفید، یه بوردر بهش میدم به این صورت، بوردر رادیوس میدم، باکس شادو این. خب بریم تا اینجا رو ببینیم. خب اون بک‌گراند دورش افتاد. خب فقط عکس ها چون یه مقدار بزرگه و یه دستی به سرگوش عکس ها بکشم. خب برای اینکه عکس ها رو تارگت بکنم اینو کلا کپی میکنم، باکس ایمیج. یه ارتفاع بهش میدم ثابت، اما عرضش رو میذارم 100% پرنتش هر چقدر بود. یه پدینگ میدم و اوورفلو هم هیدن که اگه چیزی بیرون زد دیگه نشون نده. خب عکس کوچیک‌تر شد ولی همچنان اون چیزی که میخوام نیستش و یه ذره درستش کنیم. مشکلی که هست اینه که الان بچه ها این عکس من افتاده داخل یه باکسی به نام با کلاس ایمیج. درست نیا کنید، من یه دونه دیو دارم با کلاس ایمیج، من به این یه دونه عرض و ارتفاع دادم درسته. حالا این عکسه که داخلش عکس یه ذره بزرگه، یه دونه آیکون هم دارم که اصلا تو صفحه دیده نمیشه. میام چیکار میکنم؟ میام اول عرض و طول این عکس رو مشخص میکنم، میگم یه کاری میکنم که از پرنتش بزرگتر نشه، دو جای این دوتا رو نسبت به این پرنتش مشخص میکنم. هر وقت شما بخواید یه چیزی رو نسبت به پرنتش جاشو مشخص کنید، میاد به پرنتش پوزیشن ریلیتیو میدید، بعد اینا رو میکنید ابسولوت. بریم کارو بکنیم. خب میام اینجا اینو کپی میکنم، اول پرنتش رو ریلیتیو کنم. خب بعد اینجا میگم اون عکسی که داخلشه میخوام ارتفاع و طولش ثابت بمونه، پس میگم 100% پرنتت باشه، بیشتر نشی، و یه بورد رادیوس هم بهش میدم، اینم به اندازه پرنتش. الان عکس دیگه بیشتر از پرنتش دیگه نمیشه. این قلبم افتاده این زیر، حالا باید جای قلبه رو درست کنیم. خب دوباره اینو کپی میکنم. قلب کلاسش چی بود؟ این بود. به این صورت. جای قلب رو باید مشخص کنیم. خب بریم برای قلبه. پوزیشنش رو گفتم میکنیم ابسولوت اگه میخوایم نسبت به پرنتش جاشو مشخص کنیم. میگم از بالا 2.5 آریم فاصله داشته باشه، از سمت راست تا
هم 2.5 آره، یه گوشه بالا سمت راست میفته این قلبه. بعد یه ارتفاع بهش میدم به اندازه پنجاریه، یه دونه عرضم بهش میدم پنجاریه، توی باکس مربعی میفته. اوکی، لاین هیتش هم میدم پنجاریه. بعد وسط این باکس میندازمش. آخ خب، یه فونت سایز بهش میدم برای آیکون دوریه، یه بکگراند میدم، اون باکسه میخوام یه بکگراندی داشته باشه سفید. همچنین برده رادیوسش رو میکنم 50% که باکس مربعی بشه دایره. و در آخر رنگ این آیکونه هم بلک. الان این یه باکس دایره یه سفید دورش میفته به این صورت. خب بچه، فقط یه مشکل کوچولو هست. عکسای من بعضیشون ببینید یه ذره دفرمه شده. چرا دفرمه شده؟ به خاطر اینه که من اومدم عرض و طولش رو مشخص کردم. مثلا گفتم ارتفاعش بشه 25 آریه، عرضش رو دادم 100%. نکن عرض و طولش رو دادم 100% پرنتش، پرنتش هم ارتفاعش 25. اینجور موقع عکس یه ذره دفرمه میشه. برای که صورت دفرمه در میاد، ما چیزی داریم به نام object fit، بذارم رو حالت کاور. این باعث میشه از اون حالت دفرمگی در بیاد. نیا کنید یه ذره عکس بهتر میشه. این عکس واقعیه بچه ها، دفرمه نشده، کوچیک بزرگ نشده، عکس واقعیه. خب قبل از اینکه بخوام بریم سراغ این کانتنت ها، این که این زیره بچه ها، یه خاصیت هاور به این قلبه بدم. دو نقطه هاور شد. اول بکگراندش رو عوض کنم، بکگراندش رو میکنم سبز. همچنین رنگش رو میکنم سفید به این صورت. خب بریم سراغ کانتنت ما که این باشه، یه دونه ستاره، یه سری ستاره داخلشه، یه تایتل، یه دونه پاراگراف، یه لینک، یه دکمه، یه دونه پرایس. خب تا اینجاشو کپی میکنم. این چه کپی شد؟ تا اینجاشو کپی میکنم. داد کانتنت، یه پدینگ میدم به اندازه دواریه. بعد پدینگ تاپش رو داری سیف میکنم، نمیخوام تاپ داشته باشه. یه ذره لبا فاصله گرفت. خب بریم سراغ این ستاره ها. این ستاره ها بچه ها یه ذره چسبیده به این تایتله، یا مارجین بدیم یا پدینگ، فرق نمیکنه. من دوباره اینو کپی میکنم، میگم داخل کانتنت من یه استارز دارم، یه سی ستاره دارم. اینو پدینگ باتمش رو مثلا بکنم 1 آریم که یه ذره فاصله بگیره. چی نشد؟ چرا؟ استارز درسته؟ آه اینجا استارتس نوشتم، استارز درست. اذیت نکن. آه این درست شد، بقیه درست نشد. چرا؟ چون بقیه استارزه. بذارید همه رو پس باید درست کنیم. درست شد. خب این هم از این. بریم سراغ بعدی. خب ستاره هم بذار کوچیکه، میخوام مثل اینو اینقدیش بکنم، هم سبزش کنم هم بزرگش کنم. پس میام اینجا همینو کپی میکنم، میگم داخل استارز یه سری آیکون من دارم. اینا رو اولا فونت سایزش یه ذره بزرگتر کن تا 1.7 آریه، رنگشون هم گرین بشه.
خوب شد. بریم سراغ این تایتل غذا یا منوی که اونجا داریم. تا کانتنت رو میام اجزه ای که داخلشه، رنگش مشکی، هم مشکی معرف خودمون، فونت سایزش هم دونی ماریه اینجوری. خب بریم سراغ این پاراگرافمون. هم باید ذره بزرگترش فونتش، هم یه پدینگی بدم از این لبه ها فاصله بگیره. میگم پاراگراف داخلش کالر دش دش لایت کالر، رنگش ذره لایت تر بشه، فونت سایزش هم اینقدر میگیرم. حالا ببینیم بزرگ شده بود کوچیکش میکنه. پدینگو بالا پایین میگیرم، نیماریم چپ و راست صفر و لاین هیت هم یک کنیم. ببینیم خوب شد، اگه خوب نشده بود یه ذره به نظرم اینو بکنیم یک کنیم بهتره بهتره. خب بریم سراغ این پرایسمون، قیمتمون. یه هم بزرگش کنم هم رنگش رو سبز کنم. دات پرایس رنگش که گفتیم سبز، یه مارجین لفت هم میدم که ذره فاصله بگیره از سمت چپ از اون دکمه و بزرگترش میکنم. از این دکمه میخوام بذار فاصله بگیره. خب افتاد بیرون. چرا چرا افتادی بیرون؟ نباید میافتاد بیرون ولی اشکالی نداره. الان درست شد. خب ریسپانسیو بودن یا نبودنش هم چک کنیم. شانسی هم هست. اوکی. خب سکشن منو هم بچه ها تمامه. خب یه دونه زیاد داریم پایین افتاده. یه کار میتونم بکنم برای اینکه ستایش کنم، ببینم تغییر میام بالا. اینجا مینوشو گذاشتم سی، بکنمش 40. لحظه ازده بده یه ذره اینو بزرگتر کنم ببینم توقی فیلی میکنه. یه سه سلیقه ای البته، اینو خودتون بچه ها این کرا چجوری اینو در نظر بگیرید کاملا چه سلیقه ایه، بیار رسم خودتون چجوری در نظر بگیرید. خب ما هوم رو درست کردیم، دیشز رو درست کردیم، ایوات رو درست کردیم، منو رو هم درست کردیم. بریم سراغ قسمت بعدی پیستا، یا حالا همون قسمت ریویو خودمش هم که فکر کنم قبلا درست کردیم. بریم جلسه بعدی کارشو انجام میدیم. فعلا خداحافظ.